دوستای عزیزم سلام، من دوست هستم. به کانال آدآرت خیلی خوش اومدید. امروز با اولین پست خمیرگذاری پاپی ماشه در خدمتتون هستم. اگر پست قبلی رو ندیدین حتما اول برین پست قبلی رو ببینین که آموزش اسکلت سازی هستش، حتما بهش نیاز دارین و بعد برین سراغ این پست و این پست رو ببینین. بریم با هم ببینیم اسکلتی که ساختیم رو چطوری میتونیم خمیرگذاری کنیم. همینطور هم توی این پست با طرز تهیه خمیر پاپی ماشه آشنا میشیم. بریم با هم این پست رو ببینیم. تا انتهای ویدیو لطفا با من همراه باشیم. خب حالا ببینیم چجوری میتونیم خمیر پاپی ماشمون رو درست کنیم. برای این کار اول از همه به شونه های تخم مرغ احتیاج داریم. این دستوری که من الان میخوام بهتون برای درست کردن خمیر بدم تقریبا برای یه شونه تخم مرغ، ولی شونه تخم مرغ از اونجایی که هر کدومشون گراماژ مختلفی دارن و حالا سایزهای مختلفی دارن، این دستور میتونه یه مقدار تغییر کنه. حالا موقع درست کردنش بهتون میگم که باید به چه شکلی باشه که خودتون متوجه بشین چه حالا ماده‌ای رو باید بهش بیشتر اضافه کنیم و چه ماده‌ای رو نه. اول از همه میایم شونه تخم مرغمون رو خرد میکنیم و داخل یه ظرف آب میریزیم. بعد بهش اجازه میدیم یه حدود چند ساعت بمونه. اگر شما شونه تخم مرغتون رو بعد از اینکه داخل آب ریختین خواستین با دست فقط در حقیقت بافتش رو از هم باز کنین، احتیاج هستش که حدود یه 24 ساعت داخل آب بمونه. ولی اگر خواستین این شونه تخم مرغتون رو بعدش حالا به کمک مخلوط کن و یا مثل گوشکوب دستی، غذاساز، اینجور دستگاه ها له بکنین، عمق در حد چند ساعت، یه ساعت هم حتی کافیه که داخل آب بمونه و آب کاملا به خورد در حقیقت شونه تخم مرغتون بره. من اجازه دارم شونه تخم مرغم یه حدود نیم ساعت یه ساعت توی آب موند. حالا میام با کمک گوشکوب برقی اینا رو خرد میکنم. شما میتونین از غذاساز، مخلوط کن و هر کدوم اینا استفاده کنین. فقط توی اگه خواستین از غذاساز و مخلوط کن استفاده کنین، توش آب بریزین و حجم زیادی از اینو واردش نکنین که غذاسازتون خراب شه. وقتی که این شونه تخم مرغاتون به این حالت در بیاد دیگه کافیه. میریزیم موادمون رو توی این یه دونه توری، زیرش هم یه دونه سبد گذاشتم که آب اضافهش کامل خارج بشه. اینو فشار میدیم که آب اضافه این کامل خارج بشه. توی این مرحله باید بیایم خمیرمون رو با دست اینجوری باز بکنیم که موقعی که میخوایم موادمون مثل چسب چوب و اینا رو بهش اضافه کنیم خوب با چسب چوب مخلوط بشه. حالا میام بهش دو قاشق نمک میزنم. نمک رو برای این به کارم اضافه میکنم که خمیرم برای مدت زمان طولانی بمونه و کپک نزن. حالا میام بهش 3-4 قاشق آرد اضافه میکنم. بعد اینا رو به خوبی با هم مخلوط میکنم. حالا میام به کارم چسب چوب اضافه میکنم. اینه میام حجم زیادی از چسب چوب رو به کارم بزنم به خاطر اینکه ممکنه چسبندگی کارم خیلی بره بالا و اون موقع اگر این اتفاق بیفته باید بیام دوباره بهش خمیر کارتون، خمیر ورق اضافه کنم. یا مرحله اول در حد 3-4 قاشق بهش چسب چوب میزنم و بعد اگر دیدم چسب چوبم کم هستش مرحله بعدی دوباره بهش اضافه میکنم. حالا میام اینا رو خوب با هم مخلوط میکنم. دو قاشق بهش روغن مایه اضافه میکنم که راحت تر با هم بخوره. همینطور هم یه قاشق نرم کننده لباس بهش اضافه میکنم تا بوی خمیر، بوی تند خمیر گرفته بشه. این خمیر ما الان آماده است. ببینین شما به چه صورته. حالا من یه تیکه از اینو برمیدارم
این رو با دستم گرد میکنم، مثل یه توپ در میارم، بعد با دست فشار میدم. به دست شما نباید بچسبه، اجزای خوش باید خوش به کامل به خودش بچسبه و نباید ترک بخوره، چون اگه ترک بخوره یعنی چسب خمیرتون کمه. یکی از چیزایی که حالا بجز این که ترک خوردن رو میتونین امتحان کنین، ببینین که کارتون الان آماده است یا نه، میتونین یه تیکه خمیر رو بردارین روی سطح کارتون بذارین، ببینین اگر راحت روی کارتون چسبید که نشون میده که خمیرتون آماده است، یعنی چسبش کافیه. اگر نچسبید بدونین که باید هنوز به این چسب اضافه کنین. یه تیکه خمیر برمیدارین، به صورت توپ درش میاریم، روی سطح این کیسمون میذاریم، یه کیسه دیگه روش میذاریم، این رو با دست فشار میدیم و بعد میایم با وردنه به اون میزان دلخواه خودمون اونو در میاریم. فقط حواستون باشه وردنه رو بعد از همه سمت روش بکشین که ضخامتش به یک اندازه، یعنی به یه اندازه سطحتون صاف بشه. وقتی که به اندازه میزان دلخواهتون رسید، اینجوری میان این رو با کمک کیسه برمیگردونین و روی سطح کارتون میذارین و بعد با کمک کیسه روش فشار میدین که به سطح کارتون بچسبه. حالا میام با این کمک این ابزار، حتما نوکشو، نوک ابزارمو توی روغن میکنم که راحت تر بتونم قلمم رو روی خمیرم حرکت بدم. بعد این خمیر رو، یعنی با این ابزار این خمیر رو کامل روی سطحمون فشار بدیم که کامل به سطح بچسبه. دوباره میایم مثل مرحله قبل، اول خوب خمیرمون رو به سطحمون فشار میدیم با کمک این ابزارمون، چیزی مثل کاردک میمونه. اینا رو هم سعی کنین حتما جنس پلاستیکی بردارین، به خاطر اینکه اگر جنس چوبی بردارین، چون ما مدام توی در حقیقت، حالا این خودش مرطوبه، اینم روغنه، بخوایم توی این در حقیقت این موادمون میزنیم، اگر چوبی باشه جنسش زود خراب میشه و خب به درد نمیخوره. به خاطر همین وقتی خرید میکنین پلاستیکی بگیرین. خب من گذاشتم این برای کارمو که زدم تقریبا یه هفته بهش زمان دادم، تقریبا خشک شده. حالا میام دوباره یه خمیر دیگه درست کردم، حالا میام دوباره اون سمت دیگه شو خمیر گذاری میکنم. این خمیرمون رو که جدید داریم میذاریم به این قسمت هایی که خمیرمون رو قبلا گذاشتیم خوب فشار میدیم که متصل بشن. توی این مرحله اول میایم خمیر گذاریمون رو در حالت کلی انجام میدیم و میذاریم حالا تا حدی خمیرمون خودش رو بگیره، چون وقتی که خمیر خیسه قطعا حجم بیشتری نسبت به زمانی که خشکه داره.
و بعد میایم حالا قسمت های دیگه ای رو که حالا اگه ایراد داره، مثلا یه قسمت های رو خمیر گذاری کردیم فرو رفتگی یا برجستگی داره و یا حالا میخواییم بیاییم مثلا به یه قسمتی از کارمون حجم بدیم، میایم اون رو در مرحله بعد انجام میدیم. ببینین، شما میتونین از این قلمای سیلیکونی استفاده کنی، یک جنس کاملا پلاستیکی دارن اینا. حالا مدلای مختلف داره، یعنی سریاش هر کدوم مختلفه، برای قسمت ها و کارهای مختلف میتونیم از اینا استفاده کنیم. الان مثلا برای این قسمت اطراف پای این، من میتونم از این قلم استفاده کنم و این اطراف پاش رو که یه مقدار دسترسی حالا بهش سخت‌تره با این کار بکنم و اون مدلی رو که میخوام حالا روش یه کارم ایجاد بکنم. وقتی میخوایم روی گوشش خمیر بذاریم، فقط باید بیم یه لایه نازوکی بذاریم که فقط سطح رو پوشش بده و هر حجمی که میخواستیم برای گوش بدیم رو باید قبلا ایجاد کرده باشیم. ببینید، این شاخم موقعی که خواستم بزنم توی سر قوچ بعد رفت تو، به خاطر همین سوراخش یه مقدار گشاد شد و به خاطر همین این شاخ پایین تره. به خاطر همین الان که خمیر روش گذاشتم، اینو یه ذره زیرش وسیله گذاشتم که این بیاد بالاتر. حالا ببینید، من الان میخوام بیام این قسمت سر قوچم رو حجم بدم و این فاصله‌ای که بین شاخ و سرش هست رو در حقیقت از بین ببرم. به خاطر همین میام روش لایه خمیر اضافه میکنم. میام روی شاخم رو تا زمانی که هنوز خیسه یه سری روش خط ایجاد میکنم. خب حالا میام این قسمت هایی رو که باید برجسته تر کنم رو دوباره روش خمیر میذارم. میخوام حالا الان صورت قوچم رو درست کنم. یا یه مقدار خمیر برمیدارم و به این صورت تقریبا در میارم و از قسمت گوش ها میگیرم و روی کار میخوابونم. حالا من میذارم صورتش خشک بشه. اگر مثلا کار دیگه لازم داشت بعد از اینکه خشک شد، دوباره یه مقدار بهش خمیر اضافه میکنم. میخوام براش گوش درست کنم. من اینو به صورت تقریبا مثلث دروردم توی دستم. الان ببین گوشمو گوشه یه صورت میچسبونم و یه مقدار هم زیرش خمیر میذارم که مثل پایه حالا عمل بکنه. اما اولا فاصله بین گوش و بدن از بین بره و همین که باعث بشه که این گوش به بدن بچسبه ولی بتونه این رو نگه داره.
الان خب خمیر گذاری رو ادامه بدم. فقط اگه میبینین رنگ خمیر من الان مشکیه، صرفا به خاطر اینکه شونه تخمق نداشتم و مجبور شدم از کارتون استفاده کنم، مقوا استفاده کنم و مقوامم مشکی بود رنگش. میخوام بیام دوم قوچو درست کنم، میام یه تیکه خمیر برمیدارم، بعد توی دستم به این صورت حالت لوله در میارم و حالا پشت قوچم میچسبونم. خب دوستانم از پست آموزش خمیرگذاری پاپی ماشه امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشین. لطفاً با پست بعدی هم با من همراه باشین که ببینیم چطوری میتونیم این قوچمون رو رنگ کنیم. لطفاً اگر از این آموزش خوشتون اومد این پست رو حتما برای دوستاتونم ارسال کنین که اونام بتونن ازش استفاده کنن. نظرات و پیشنهاداتتون رو هم لطفاً برام حتما بنویسین. تا آموزش بعدی خدا نگهدار.